بسم الله الرحمن الرحیم. وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك وما عصيتك إذا عصيتك وأنا بك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف ولكن سولت لي نفسي وأعانتني على ذلك شقوتي وغرني سترك المرخى علي فمن الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني فواسوتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحوط ويلي كلما كبر سني كثر الذنوب ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي فكم أتوب وكم أعود أما آن لي أن أستحيا من ربي. ماه رمضان یه بزرگ راهه، یه بزرگ راه که از من شروع میشه و به تو میرسه، یه بزرگ راه که از فقر و عجز شروع میشه و به غنا میرسه، از نیستی شروع میشه و به هستی میرسه. ماه رمضان یه بزرگ راهه و حالا توی این بزرگ راه ماه مبارک رسیدیم به ایستگاه 11. خدایا دلم از جنس توه و به آرامشی از جنس خودت نیاز داره، آرومم کن و مثل آونگ بودنم رو مپسند. کاری کن دیدی نباشم که با هر نسیمی میلرزه. خدایا تو ایستگاه 11 بزرگ راه رمضان از تو تمنا میکنم و از تو مسئلت میکنم که خوبی کردن رو برام دلچسب و قشنگ کنی و کارهای بد رو به کامم تلخ. خدایا امروز ازت میخوام آتیش جهنمت رو بر بدنم حرام کنی و برام امان نامه بفرستی. ای بهترین یار، صاحب خونه بزرگ، بهترین یارم باش. امروز هم با نام تو ماه من رو که ماه خودته آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you.
حرفی نداشت با من. من فکر این که دوری تقدیر اوست یا من. هر آن چه داشت برداشت، آهسته را تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می‌دهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم نازنین ایران سلام. سحرخیزا، روزه دارا، هر کسی در هر کجا که بیننده سحر 11 ماه من هست، خیلی خوش آمده به این برنامه نورانی که نورانیتش به واسطه نگاه‌های شماست و نکته‌های نابی که از فضائل اهل بیت و از قرآن کریم در این برنامه به گوش شما میرسه. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. ما یادمون نرفته محبت و لطف شما رو، ما یادمون نرفته صفای همه مدافعان سلامت رو، ما یادمون نرفته التماس دعاهای عاجزانه و خالصانه شما رو، و ما یادمون نرفته که برای همتون دعا خواهیم کرد و شما هم حتما دعاگوی ما خواهید بود. خیلی خوشحالیم امروز هم همراه شما هستیم از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، از محل فاطمیه شهدای 7 تیر. باز هم به همتون سلام میکنیم. اما اگر بناست که ماه مبارک ما یک ماه رمضان متفاوتی باشه، اگر بناست کارهای ما بیدرنگ به آسمون بره و امضا بشه، باید یک کار ویژه‌ای بکنیم، همون کاری که مشابهش رو پارسال تجربه کردیم. اگر خاطر شریف مبارکتون باشه، ما پارسال با پویش افطاری ساده در کل ماه مبارک رمضان تو این سحرها همراه شما بودیم که الحمدلله در نماز عید فطر حضرت آقا هم کلی تقدیر کردند و تمجید کردند و این اتفاق بسیار مبارکی بود. علاوه بر این که مشکلات خیلی از هموطنان عزیزمون با کمک‌های
اندک مردم عزیز و نازنین وقتی که کنار هم قرار گرفت کمک بیشماری شد و یک اقیانوس از مساعدت و لطف هموطنان عزیزمون و خیلی ما رو خوشحال کرد. امسال هم قرار گذاشتیم در یک پویش ملی و همگانی شرکت بکنیم، پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک مؤمنانه، رزمایش همدلی و مواسات. با ایران همدل در این سحرهای پرنور همراه شما هستیم. یک قراری بین من و شما که بیایم گره گشایی بکنیم. کم نیستن آدمایی که گرفتارن تو دور و بر خودمون، هممون میشناسیم کسایی رو که چشم به راه کمک من و شما هستن و این اتفاق به نظرم میتونه سحرهای ما رو و ماه مبارک ما رو پر برکت تر بکنه. هر کسی که دلش میخواد در این پویه شرکت بکنه یه بسم الله بگه و با ما همراه بشه. عده‌ای هستن که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگیشون به سختی قابل گذران هست و نمیتوانن زندگی معمولی خودشون رو اداره کنن. مردمی که دستشون باز هست و توانایی دارن بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی رو شروع کنن. خصوص ماه رمضان در پیشه. ماه رمضان ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت. ما برای اینکه ارادتمون به امام زمان ثابت بشود بایستی صحنه‌ها و جلوه‌هایی از جامعه مهدوی رو خودمون به وجود بیاریم. جامعه مهدوی جامعه قسط است، عدل است، جامعه عزت از جامعه علم است، جامعه مواسات و برادری است. اینها رو باید ما در زندگی خودمون تحقق ببخشیم به قدر امکان خودمون. حالا دیگه وقتشه تو این سحرها اقتدا بکنیم به حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، این بانوی کرامت و الهی نجابت که دیشب راجع بهشون صحبت کردیم و الحمدلله فضای برنامه منور شد، متبرک شد به نام این بانوی بزرگ که هر چقدر راجع به این مادر مهربان حرف بزنیم کم گفتیم. و یا بعضی ها اقتدا میکنن به مولود این ماه، امام مجتبی کریم اهل بیت. و اگر کارهامون گره خورد به این بزرگواران، حتم دارم و مطمئنم اون چیزی که روایات ما به ما مژده دادن و بزرگانمون توصیه کردن کارهامون به توان خواهد رسید و انشالله مقبول خواهد افتاد. این سحر نورانی بر همتون مبارک و مهنا باشه. انشالله دیگه کم کم هم باید خودمون آماده بکنیم برای رسیدن شبهای قدر. شاید حدوداً یک هفته تا اولین شب قدر فرصت باقی است. خیلی ها از آخرین شب قدر پارسال دارن خودشون رو آماده میکنن، بعضی ها از رجب و شعبان و بعضی ها مثل من تو همین روزها و دقایق پایانی. اونچه که هست انشالله ظرف وجودمون آماده و مهیا بشه برای نزول برکات در این شبهای نورانی. میخواییم پناه ببریم به فرازهای ابو حمزه در قرار جمعی این شبها. بسم الله الرحمن الرحيم. وخذ عني
بأسمار وأبشار أعدائي وخصائي والباغين علي وانصرني عليهم واغر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تضغ دمعي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخل الجنة برحمتك وزوجني من القور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأبنائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون. إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقاك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بغي وخذ بي سبيل الصالحين وأرني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنهم واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما أعطيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني من يا رب العالمين. رسید خدمت حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سلام. عرض کرد آقا جان منو در دعاهاتون فراموش نکنید. آقا فرمودن فکر میکنی فراموشت میکنم؟ عرض کرد نه آقا. آقا فرمودن از کجا اینو میگی؟ عرض کرد آقا شما همیشه شیعانتون رو دعا میکنید مگه غیر از اینه؟ آقا فرمودن بله غیر از اینه. یه چیز دیگه هم هست، هر وقت میخوای بدونی که من دعات میکنم یا نه ببین تو چقدر به یاد منی و من در نظر تو چگونم.
ارتباط حضرات معصومین با ما به حس و حال ما و ارتباط قلبی ما مربوط میشه و ما از این راه دور عرض میکنیم خدمت امام رضا، خدمت امام زمانمون، صاحب عصر و زمان، که اگرچه مست و خرابم تو نیز لطفی کن، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتا تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. و بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. صحبت در پیرامون حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداس. در آیه دیگری که تأویل به حضرت و یاران حضرت شده است می‌خوانیم: سبقت بگیرید به سوی خیرات، هر کجا باشید خدای تعالی شما را جمع می‌کند. در روایت داره از امام باقر علیه السلام سوال میشه از تفسیر این آیه: آقا منظور از خیرات چیست؟ سبقت بگیرید به سوی خیرات، هر کجا باشید خدا شما را جمع میکند. حضرت فرمودن: الخیرات و هی الولایه، سبقت بگیرید به سوی ولایت آل محمد علیه السلام. گفت آقا بقیه آیه تفسیرش چیست؟ اینما تکونو یأت بکم الله جمیعا، هر کجا باشید خداوند همه شما را جمع می کند. حضرت فرمودن: هم اصحاب المهدی، مراد یاران امام زمان علیه السلام هستند که هر کجای عالم باشند خداوند هنگام ظهور مولای ما اونها را گرد شمع وجود حضرتش چون پروانه در مکه مکرمه جمع می کند. امام زمان علیه السلام رو خدا به وسیله سه لشکر یاری می کند. امام صادق علیه السلام فرماید: یؤیده به ثلاثت اجناد، خدا با سه جند، سه لشکر حضرت را یاری می کند. اول می فرمایند: یؤیده به رعب، هنگام ظهور حضرت یک وحشتی در قلوب انسانها پیدا می شود که در حدیث داریم هر طرف عالم حضرت می خوان حرکت کنن، یک ماه زودتر رعب و وحشتی در اون منطقه قرار می گیرد. لذا خیلی دشمنان سالهای پیش، دشمنان اسلام، فیلم درست کردن. تو اون فیلم امام زمان علیه السلام رو درست کرده بودن که حضرت ظهور می فرماین، اما به خیال خام خودشون اومده بودن به گونه فیلم رو پایان دادن که حضرت رو شکست می دهن. تو فیلم اینجوری درست کرده بودن، رعب و وحشت. الان ببینید از یک ویروس کوچکی که با چشم مسلح با دقت باید دید چه رعب و وحشتی در دنیا ظاهر شده. تمام مستکبران، قدرت‌ها، حکومت‌ها به وحشت افتادن و چون رو قرنطینه میکنن از این ویروس کوچک. بعضیا
بعضی مطالب رو نمیپذیرن. اما الان خیلی مسائل برای بشریت حل شد. مثلا این روایت شریف رو 40 سال پیش ما میخوندیم که امام صادق علیه السلام فرمود یک لشکر امام زمان روبه وحشت. آقا یعنی چه؟ چه وحشتی؟ الان ببینید از این ویروس کوچک چه وحشتی در قلوب مردم پیدا شده. همه کره زمین پریشان حالن. مبادا کرونا بگیریم، مبادا گرفتار بشیم، مبادا سراغ ما هم بیاد. حضرت که میان یه لشکرشون رعب و وحشت. لشکر دوم یؤیده بالملائکه. خدا امام زمان علیه السلام رو وسیله ملائکه یاری میکند. ملائکه خاصی هستند. این ملائکه خاص امام صادق و عوان ابن تغلب فرمودن 13,313 ملک خاصن، مردفین، مسومین. اشاره فرمودن حضرت 4,000 ملکی که صبح عاشورا آمدن کربلا مولای ما حسین علیه السلام رو یاری کنن، به حضرت اذن یاری نفرمودن و این ملائکه کنار قبر حسین علیه السلام ماندگار شدن و اونجا برای زائرین سید الشهدا علیه السلام دعا میکنن و طلب مغفرت میکنن. وقتی مولای ما ظهور میفرماین، این 4,000 ملک هم جز اون ملائکه خاص هستن که حضرت رو یاری میکنن. سوم فرمودن و بالمؤمنین، به وسیله مؤمنین حضرت رو خدا یاری میکند. اما مؤمنین واقعی، مؤمنین حقیقی. در بعضی کتب نوشتن که 200-300 سال پیش عده‌ای جمع شدن در نجف اشرف، گفتن آقا صاحب الامر 313 یار و یاور میخواد. اینا فرماندهان لشکری و کشوری حضرتن. خب یه می 313 تا رو فراهم کنیم دیگه که مولا بیان. اومدن قچون رو غربال کردن، بهترین گزیده رو برگزیدن. این بهترین فرد 313 نفر فراهم کنیم. از این 313 تا غربال کردن، بهترین فرد رو انتخاب کردن که این بره و متوسل بشه به حضرت، بگه آقا چرا نمیایی، تشریف نمیارید، بره مسجد کوفه، مسجد سهله. این حرکت کرد، بین راه که میومد رسید به یک شهری، دید خیلی شهر زیبایی است. سوال کرد که این شهر چیه؟ گفتن امام زمان علیه السلام ظهور کرده و این شهر حضرته. خیلی خوشحال شد و گفت بریم محضر امام. یه نفر اومد گفت امام زمان علیه السلام فرمودن دختر فلان مرد تاجر مؤمن رو به تزویج تو در آوردی، حالا تو برو به این ازدواج، به این همسر سری بزن. اومد و دید بله، خونه مجلل و خدا عنایتی بهش کرده و همسر زیبا رویی و نعمتهای الهی براش جمع شده. در همین لحظه مأمور حضرت آمد که آقا فرمودن که میخواییم حرکت کنیم، بیا. گفت به امام زمان علیه السلام بگید حالا برن، من میام. من آقا میفرمان ما آماده حرکت هستیم، اگر میخواهی بیایی بیا. یک مرتبه از اون حالت اومد بیرون، دید نه خانه‌ای هست، نه باقی هست، نه زنی هست، نه زندگی هست. لاف عشق میزنیم، ادعای محبت داریم. محبت ما اگر حقیقی باشد، محبت صادق باشد، ما رو به وصال میرساند. خوشا به حال اون کسانی که حقیقتاً با همه وجودشون امام زمان علیه السلام رو دوست دارن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یا رسول الله به این مردم بگو اگر خدا را دوست دارید فاتبعونی، تبعیت از من کنید.
دنبال من بیایید، مطیع من باشید تا خدا شما را دوست داشته باشد. ما دل ز غمت شکسته داریم ای دوست، از غیر تو دیده بسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و زین الارض بطول بقائه و مد فی عمره الشریف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعته وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان بحق محمد وآله الطاهرين.
قسم به همین سحرهای پرنور که شما میایید و قدم رو چشمام میذارید. دلا خیلی تنگه براتون آقا. مینویسم که شب تار سحر میگردد، یک نفر مانده از این قوم که بر میگردد. انشاءالله در رأس همه دعاها و خواسته هامون انشاءالله برای تأجیل در فرجشون دعا بکنیم هممون. توی سحرها داریم از اون دلاور مردای صحبت میکنیم که موندگار شدن، آسمانی شدن و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر جایگاهشونه. اونایی که پارو خودشون گذاشتن، اونایی که از دنیا دل کندن و به یه جای دیگه دل بستن. قطعنامه که امضا شد، پدر وارد خونه شد، دوید بغل بابا و گفت بابا دیدی جنگ تموم شد؟ باباش جا خورد، گفت تموم شد؟ گفتن دوباره جنگ شده. که جنگ شده؟ کجا؟ کدوم منطقه؟ پدر به سینه‌اش اشاره کرد و گفت اینجا، اینجا همیشه رزمنده میخواد، اینجا منطقه عملیاتی بین عقل و نفس، اینجا همیشه باید آماده باشیم. خیلی از ماها، یکیش خود من، احساس میکنیم که شاید نشه بر این نفسمون غالب بشیم، ولی شهدا به ما ثابت کردند که میشه و میشه توی این مسیر رفت و رسید. این شبها سردار نوی اقدم مهمان ما بودن توی این سحرهای پر نکته های نابی رو شنیدیم که اگر الان هم بیننده ما هستن با دل و جان بهشون سلام میکنیم و عرض دلتنگی، و همینطور امیر سرتیپ دربندی که پنج شب دوم خدمتشون بودیم و میزبانشون. امشب جناب آقای احمدیان از اصفهان مهمان ما هستند در استودیو ماه من که بهشون سلام میکنم و خوش آمد میگم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بار الله، نه دلی دارم برای ماندن و نه پایی برای رفتن. از آن روزهای حماسه و چور، مرا چشمانی مانده دوخته به آسمان به این امید که روزی باران خواهد آمد. به به، ای خدای خوبی ها، باران فرج رو بر کویر آتشناک وجود ما نازل بفرما. الهی آمین. انشالله که زنده باشیم و بارش باران فرج رو ببینیم. حیات ما قرین با سعادت و انشالله عاقبتمونم مثل رفیقامون ختم به شهادت بشه. انشالله. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه دستان کار برنامه ماه من، عزیزایی که از شبکه سه دارن ما رو میبینن. خیلی خوش آمدید. خدمت شما از آمدید. سلام. از اصفهان چه خبر؟ سلامتی آقا جان، در خدمت شما هستم. از همینجا به همه اصفهانی های عزیز سلام میکنیم و دلتنگ روی ماهشون هستیم و خوشحالیم که امشب آقای احمدیان از اصفهان اینجا هستن. از شهید خرازی برای ما خواهند گفت، از جبهه هایی که بچه های لشکر امام حسین حماسه آفریدن و قطعا خاطرات شنیدنی رو با لهجه زیبای اصفهانی و این گویش ناب خواهیم شنید. و دعوت میکنم که با ما همراه باشید در سحر 11. ما خدمتون هستیم. اصلا چی شد آقای احمدیان، شما راوی شدین؟ آقای شریعتی، من حقیقتا امشب گفتم چون قرار چند شب باشم یه مقدمه رو شروع کنم، اما این مقدمه فکر کنم اصل قصه است. با خاطره میخوام شروع کنم که بگم چه اتفاقی افتاد. تو عملیات خیبر ما یک شهید داشتیم نام شهید اسدی، که حالا انشالله یک قطعه از صوت ایشون رو و تمثال مبارکشون رو مردم میبینن. ما وقتی که اتفاقات عجیبی تو عملیات خیبر افتاد و کار گره خورد، قرار شد که ما تو طلایه عملیات انجام بدیم، تو سراحی شهادت یا به تعبیر اون زمان تو سراحی مرگ. از همه طرف آتش میبارید، زمین و زمان به هم دوخته شده بود بلا تشبیه. یعنی میخوام بگم اصلا یه چیز عجیبی شده بود. ما یه شهید داشتیم، یه عزیزی که از فرماندهان ما بودن، اون شب یه کار خیلی عجیبی کرده که من فکر کنم دلیل تجمع امشب ما، دلیل خیلی از اتفاقاتی که الان داره میفته، فکر کنم تو این خودشو نشون میده. شهید اسدی عزیز، بله، این شهید عزیزم، شهید اسدی عزیز، شب عملیات یک ضبط واکمنی رو همراه خودش برداشته.
داخل جیبش گذاشته و حرکت کرده همراه ما. اینا کسایی که اون شب بودن و سختیه مسیر حرکت رو تو ذهنشون بیارن متوجه میشن چه کار بزرگی کرده. یه ضبط واکمنی رو داخل جیبش گذاشته بود، ما حرکت کردیم، رفتیم، زدیم به خط، درگیر شدیم و خط رو شکستیم. اون چیزی که خیلی عجیبه اینجاست، شهید اسدی تو اون لحظاتی که ما رفتیم و درگیر شدیم و خط رو شکستیم، تیر خود و رو زمین افتاد. لحظه به لحظه یه حرکت ما نزدیک به یک ساعت ضبط شده، خود این شهید عزیز ضبط کرده. حتی همون لحظه‌ای که تیر میخوره آخ میگه و رو زمین میفته، ضبط شده همه این. اول ذکر میگه یا مهدی یا ابا عبدالله، خدایا منو ببخش. اما آی مردم، همه حرف من اینجاست. بعد از اینکه این ذکرها رو میگه، یک کسی رو هم رو از نزدیک خودش رد میبینه، صداش میکنه، برادر بیا. خوب ازش چی بخواد؟ من اگر باشم وقتی مجروح هم دارم جون میدم، میگم یه زخم منو بزن، منو جا به جام کن، کمکم کن. اما این شهیده چیده عجیبی میخواد، میگه برادر بیا، من یه ضبط هم رو هم دارم، این ضبط رو بردار. یعنی بزرگترین دغدغش اینه که این صوت گم نشه، این حماسه دفع نشه و این روایت استمرار پیدا کنه. احسن، شاید بدون به جرأت میتونم بگم دلیل این که ما بعد از جنگ موندیم تو این معرکه و راوی شدیم و قصه این بچه ها رو شروع کردیم سینه به سینه بگیم همین بود. من دوست دارم این صوت اگر امکانش هست بگذارن مردم بشنون، ولی خواهش میکنم، من شاید آقای شریعتی این صوت رو بیش از 100 بار گوش کردم و هیچ وقت برام تکرار نشده، خصوص اون لحظه که این شهید رو زمین میفته. مردم گوش کنن تو این سحرهای زیبا. امیدوارم که انشاءالله به برکت همین ناله های آخر این شهید به من نگاه کنن و ما هم انشاءالله بهشون بپیوندیم. میشه پخش کنن دوستانم صوت شهید رو؟ داوودی چقدر به دل میشینه و چه غیرتی، چه شجاعتی، چه شهامتی، چه کار بزرگی کردن این شهدا. خدا میدونه کمال کفران نعمت و قدر ناشناسی اگر ازش رو یاد نکنیم و وصایاشون رو نخونیم و به دغدغه هاشون بی توجه باشیم. امشب از این شهدا میشنویم و این سحرها. آقای احمدیان چه سالی بود این اتفاق و این صدا مال کی؟ سال 62 عملیات خیبر تو سه کنج طلاییه. دستن در کارای برنامه ماه من. میخوام بگم شماها همون بیرقی رو بلند کردید که اون رزمنده وقتی کنار شهید اسدی رد میشد اون واکمنو برداشت. شما این علم رو دارید رو دوش میگیرید. بی جهت نیست خداوند شماها رو انتخاب کرده، قرار این پیغام رو به گوش مردم برسونید، خصوصا کسایی که قراره تو این ایام آمادشن تا لیالی قدر قرآن سر بگیرن. یاد کنیم از بچه‌هایی که برای این قرآن سر دادند. یه چیز عجیب تر خدمتتون بگم آقای شریعتی عزیز، تو همین منطقه یک عملیات یک سال بعدش اتفاق افتاد، عملیات بدر. این خیبر بود؟ اون بدر. خیبر. خب بدر یک سال بعدش اتفاق افتاد. ما 3 نفر بودیم که از اون 3 نفر متاسفانه فقط من زندم. شهید نورالله انوری یه طلبه 16 ساله بود و شهید جعفر عابدینی زاده بچه شهید بود، باباش حاجی وجعلنا معروف بود، تنگه چذاب شهید شده بود. ما 3 نفر
تو لحظاتی کنار جاده خندق توی یه پدی گیر افتادیم توی سنگری. دشمن خیلی رو سر ما آتیش می‌ریخت. شهید رضا انوری، همون طلبه دانش آموز که ما بهش میگیم آقا رضا ولی نور الله اسمش بود، این شهید عزیزمون شب عملیات کتاب درسش لوله کرده بود، به خودش برده بود عملیات. منم خیلی سر به سرش می‌داشتم، گفتم رضا اومدیم بریم عملیات، کتاب این کجای دلم بذارم، من دیگه برگردیم. به من گفت محمد تو چند تا نانجک برداشتیم؟ گفتم من 3 تا. گفتم من 2 تا. گفت من 3 تا برداشتم، یکی از من بیشتر برداشته بود، اما کتابو به خودش آورده بود. یه تکیه کلامی داشت، این تکیه کلامو من بارها خیلی سالهای قبل گفتم برای مردم، اما عجیب بود که من همین کلام رو سالها بعد از زبان شهید محسن حجاجی شنیدم. رحمت الله علیه. آی مردم، شهید یه جمله خیلی قشنگی داره. من گفتم که رضا ویل کن درسو، اومدی جبهه بجنگیم، شهید میشیم میریم اونور. گفت محمد یه جوری زندگی کن که انگار خدا میخواد 1500 سال به تو عمر بده، اینقدر نگاهت عمیق باشه، اما گول زندگی تو نخور، یه کاری کن خدا عاشقت بشه. رضا واقعا خودش این کار رو کرد. تو اون سنگری که ما گیر افتاده بودیم، یه لحظه قرار شد ما بریم داخل یه کانالی بود. رضا بلند شد، تا بلند شد یه گول مستقیم تانک خورد بهش و هیچی ازش نمون و الانم فقط یه سنگ قبر داره، هیچی ازش بر نگشت. من و شهید جعفر عابدینی زاده سر تا پامون پر خون شده بود، تکه های این بدن رو بدن من رو آقا جعفر بود داشتیم صدا می کردیم. من تو اون لحظات خب 14-15 سال بیشتر نداشتم آقای شریعتی، بچه بودم، بغض کرده بودم. ساعت 10 صبح بود، 10 رو به صبح کنم صبح بود، رادیو برنامه خرد سالان داشت، هنوز عملیات رو اعلام نکرده بود. من داشتم دنبال یه موجی میگشتم فارسی صحبت کنه بگه اطراف من چه خبره. پیکرها رو زمین ریخته بود، دشمن عقبه ما رو بسته بود، یه وضعی بود. محاصره بودین یعنی؟ محاصره بودیم بله، دشمن رو جاده خندق رفته بودن و عقبه ما رو بسته بودن. تو اون لحظات یه وقتی هم که رادیو برنامه خورسان یه خانم صدای قورباغه در می آورد، من حقیقت بغضم ترکید، این رادیو که دستم بود کوبیدم گوش دیوار سنگر و گفتم بگو اینجا چه خبره، بگو رضا رو کشتن. اون آقا جعفر که تو عملیات کربلای 5 بعد به فیض شهادت نائل شد، برگشت به من گفت محمد یعنی میشه یه روزی مردم بفهمن ما چی کار کردیم، چی کشیدیم، ما چی کشیدیم. آقای شریعتی من فکر میکنم امشبها یادوارها راهیان نور همه این قصه ها خواست این شهدا بود که مردم بفهمن اینا چی کار کردن. تو این ایام و تو این سهرها قرار ما دور هم جمع میشیم و تو این چند شبی که هستیم و شبایی که بوده ما بگیم بچه ها چی کار کردن، کم دین خدا نگذاشتن، کم غیرتشون نگذاشتن. آقای احمدی من فکر میکنم که یک حتما یه پشتوانه ای داشته، یکی از همین راویان دفاع مقدس میگه شهدا تو دل همین سهرها دخل میکردن، روزا خرج میکردن و این باورشون و این اعتقادشون به دادشون رسید که اینجوری ثابت قدم موندن. الذین ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، یعنی این استقامتشون. ببینید شما تو لحظه آخرین صدایی که ما شنیدیم خیلی عجیب بود، یعنی حاکی از این که اصلا این روح زمینی نیست دیگه، یعنی دیگه دنیا تمام شده براش. آقای شریعتی من دلم میخواست بعد از جنگ شاید آلزایمر میگرفتم، خیلی چیزا رو یادم میرفت. من تو جنگ چیز قشنگی ندیدم، خون دیدم، درد دیدم، داغ دیدم، اما اون چیزی که همیشه از خدا میخوام بهم قوت بده، قدرت بده، اینه که نگذارم اینا فراموش بشه. صدای شهید اثری همش تو گوشمه، ضبط منو بردارید، نگذارید صدای من دفن بشه، نگذارید مرام من دفن بشه. شهید جعفر عابدینی زاده میگه یه روزی مردم بفهمن ما چی کار کردیم. آی مردم مگه چی کار کردن؟ یکیشو بگم خدمت شما و حرفم رو تمام کنم. دمای شریعتی 18-19 سالش بود، عباس علی قادری، خیلی شیطون بود. من بارها بهش گفتم عباس الهی من زنده باشم جنگ تو رو ببینم، باور نمی‌کردم بتونه بجنگه، چون ما شاید فکر می‌کردیم این آدم به این شیطنت شب عملیات اینجا میشه کذب بکنه. تو همین عملیات بدر وقتی که دستور عقب نشینی به سمت اسلحه به ما صادر شد،
من یه بچه کوچولو شیطون، یه قایقی بود، تنها یه قایق مونده بود. قرار شد ما مهماتش رو خالی کنیم و زخمی رو سوار بکنیم برگردیم عقب. و خودمونم آروم آروم از خشکی از تو همون ساحل بیایم عقب. حالا من قصایت عملیت بعد شبهای دیگه خواهم گفت، اما حرفم اینجاست. ما دنبال زخمی ها میگشتیم. چرا دروغ بگم؟ خود من خدا خدا میکردم ای کاش منم یه تیر و ترکش خورده بودم، با این قایق میرفتم عقب، جونم رو برداشته بودم عقب میرفتم. یعنی من این که سالم بودم خدا خدا میکردم زخمی شده بودم میرفتم عقب. یه وقت هم بچه ها دارن به یکی اصرار میکنن که یه قایق بیشتر نیست، اگه این قایق بره عقب تو هم با این بدن میمونی اینجا. تعبیر امروز من اینه، داغت به دل پدر و مادرت میمونه، بیا برو عقب. تو دلم گفتم خدایا چرا نمیخواد بره عقب؟ چرا بچه ها دارن بهش التماس میکنن؟ مگه چی شده؟ آقای شرطی یه خاکریز خیلی کوتاهی بود، رفتم بالا نگاش کردم داخل یه کانال، بچه ها به زور میآوردنش. همین عباس علی قادری بود، اما اون چیزی که میدیدم نمیدونم بگم یا نگم، همون بچه شوخ و بازیگوش، همون بچه با شیطنت که داشت. دم چشم سمت چپش یه تیک آهن داغ، ترکش خمپاره داخل چشمش رفت، چشم متلاشی شد. دست سمت راستی که کلاش دستش بود تو بازوش تیبیا ترکش خورده بود. آن شاید تلو تلو میخورد، پیدا بود دیگه لحظات آخر عمرش دیگه توانی براش نمونده، اما این کلاشو میکشید و رو زمین ننداخته بود. بچه ها بهش میگفتن که عباس بیا برو عقب. چی جواب بچه ها رو میداد؟ فارسی هم میگفت اما دل من رفت کربلا. میگفت ولم کنید، یه چش دیگه دارم، یه دست دیگه دارم، میتونم بایستم. ای جانم والله این و تعتمو یمین اینی احامی ابدن محال دست بکشم. موند آی شریعتی نیمد عقب، با یه چشم و با یه دست وایستادند، کم دین خدا نگذاشتند. آفرین. گفت چشم من خورد به آبی که نصیب تو نگشت، دست من خورد به آبی که نصیب تو نگشت، چشم من داد از آن آب روان تصویر، باید این دیده و این دست شود قربانی، تا که مقبول شود حج من تقصیرم. اینا انصافاً حج کرد، اونا محرم شده بودن و تو حاشیه حور تو سراحی شهادت آسمونی شدن. یاد همشون گرام باشه. آقای احمدی خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. حالا این بشارت رو میدم که انشالله شبهای آینده هم خدمت آقای احمدی ها خواهیم بود و باز هم از اون خاطرات و حال و هوا برای ما خواهند گفت، گرچه ما زمینی ها خودم رو میگم من آسمون ندیده اصلا زائقم غریبه است با این حرفا، و انشالله تو این سحرها منم یه راهی به آسمون باز بکنم و یه دریچه‌ای باز بشه و یه چیزایی رو هم نشون ما بدن که مثل شهدا انشالله زندگی بکنیم و سیرشون بشه سرمشق و الگوی ما. خدا رحمت کنه همه شهدا رو که هممون سر سفره پربرکتشون نشستیم. بسیار ممنون و متشکرم ازتون و سپاسگزارم. خدایا آسمانت چه مزه ایست، من فقط زمین خوردم. من خیلی بدم، من دیر اومدم، دستم رو بگیر، من می ترسم اگر
بخشیده نشد، درد دلم من با کی بگی؟ حرف بزنید از ترسم این حرفا زدم، هرچی تو میگی من خیلی، پس دل چی میشه؟ رأفتت کجا؟ من قرص دلم رحمت، پس دل چی میشه؟ عشقات چی میشه؟ مولاست تو دلم، رسیده بود خدمت حضرت آیت الله عراقی، خدا رحمتشون کنه. گفته بود آقا میشه ازتون خواهش کنم منو موعظه کنی؟ آقای نگاهی بهش کرد و فرمود بگو ببینم جوون شغلت چیه؟ گفت آقا من نجارم. آقا فرمود نجاری؟ تا حالا برای دلت در ساختی؟ امشب برو برای دلت در بساز، یه قفل محکم هم بزن، هیچکی راه نده. خدایا امشب به حق همین شهدایی که راجع بهشون صحبت کردیم، به حق سید الشهدایی که با دیدن تصاویر حرمش دلامون راهی کربلا شد، خودت این قفل رو به در دلمون بزن. ما زمینهای باران ندیده ایم، هر جور که تو بباری ما سبز میشیم، هر چیزی که بدی ما محتاجشیم. به قول حضرت موسی رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار من، در کتابت گفتی موسی را به یاد آورید که او را برای خود ساختم. در زبان موسی می نشینم تا با تو سخن بگویم. موسی را به یاد می آورم در آن دم که مادرش با اندوه او را در صندوقچه‌ای به آب می سپرد، و در آن دم که با شادی او را به مادرش بازگرداندی. پروردگارا به تو می سپارم فرزندانم را که چه سخت وظیفه است تربیت آنها، و چه خوب مربی و محافظی هستی تو. موسی را به یاد می آورم در آن شب تاریک بارانی که از میان آتش با او سخن گفتی و بار سنگین رسالت را بر دوشش گذاردی. در زبان او می نشینم که پروردگارا سینه مرا گشاده دار، کار را بر من آسان گردان و گره از زبانم بگشا. موسی را به یاد می آورم در آن 40 شبانه روز خلوت با تو. پروردگار من، مرا نیز مهلتی بده تا از شلوغی دنیا به دامان تو پناه جویم و میان دویدنهای بی انتهای زندگی ساعتی با تو بنشینم و یاد تو را در دل زنده سازم.
موسی را به یاد می آورم در لحظه شکافتن نیل، در بیم و هراسش برای آینده، در لجاجت مردمانش، در گرسنگی و تشنگی روزهای سرگردانی در بیابان. خداوندا، زندگیم پیش چشمان من است. چه آیه ها که نشانم دادی، چه نعمت ها که ارزانیم داشتی. راهنمایم باش در سردرگمی ها و نجاتم ببخش از نافرمانی هایم. موسی را به یاد می آورم در آن روز که به او امر کردی نزد من بیاور خارترین ساکن شهر را، و موسی گشت و گشت و آخر سر نزد تو آمد با خودش که منم خارترین ساکن این شهر. پروردگار من، بپذیر مرا که نزد تو آمدم خار و مطرود و غمناک و رنجور، نزد تو آمدم. سلام خدا بر موسی و بر پیغمبر پاک ما و اهل بیتش. تو نوح نوحی، اما قصت شور دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا 11 سحر ماه منه که از شبکه 3 تلویزیون با احترام تقدیم لحظات ناب و آسمانی و روحانی شما میشه. صدای کبوترها رو میشنوید تا جای کاشانی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه بینندگان عزیز، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، حضرت عالی، و سلام و درود خدا بر همه روزداران در اقطار عالم. انشالله در صحت و عافیت کامل باشن در خدمت شما. رفقا میگفتن صدای کبوتر میاد، گفتم که مرغ تسبیح گو یا من خاموش. خلاصه تو دل سحر صدای این پرنده ها هم یه حس و حال دیگه ای داره. خیلی خوشحالیم که خدمت جای کاشانی هستیم. الحمدلله داریم از فضائل امیرالمؤمنین میشنویم که هر چقدر بگیم کم گفتیم. از لطف و محبت همتون هم صمیمانه خدا میدونه سپاسگزاریم. شرمنده الطافتون. اگر عشق به شما نبود حتما بچه هامون انقدر انگیزه نداشتن که تو این سحرهای پر نور 30 سحر همراه شما باشن، و سخت محتاج دعای خیرتون هستیم. دیشب از خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها شنیدیم، و امشب هم حاجای کاشانی یه جوری بحثشون رو طراحی کردن که از بانوان مدافع امیرالمؤمنین بگن، و فکر میکنم اتفاق مبارکی است در سحر 11. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌ای که امشب در تلیعه بحثمون عرض میکنیم محضر امه عزیزانمون، آیه 46 سوره مبارکه سبأ هست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. ای پیغمبر من، به اینها بفرما بگو که یک توصیه، یک موعظه، یک سفارش داره حضرت حق برای شما، و اونم اینه که در راه خدا و برای خدا قیام کنید. یک نفر یک نفر، دو نفر دو نفر، یعنی برای خدا قیام کنید، ولی بدون قوقا و شلوغ کاری، بدون جار و جنجال، در آرامش فکر کنید و برای خدا قیام کنید و از تنهایی نهراسید. موضوع قیام اینجا در این آیه چیست؟ ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنه. بعد فکر کنید در مورد این رسول من، 40 با او همشهری بودید، چقدر از او خدمات دیدید، آقایی دیدید، بزرگواری دیدید. آخه او جا داره که بعضی از مشرکان به اون نستجیر و بالله نسبت مجنون بودن و جن زده بودن بدن، چقدر جسارت کنن. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. او تنها یک انذار دهنده و بیم دهنده است برای اینکه شما را از عذاب شدید نجات بده. آیه به صورت عام هم در دفاع از رسول خداست و هم تشویق مؤمنان، بدون اینکه لزوما همه با اونو همراهی کنن و بدون شلوغ کاری، اینکه در راه خدا قیام کنید. حالا در راه خدا قیام کنید، نهی از منکر کنید، امر معروف کنید، با ربا مبارزه کنید و به فقرا کمک کنید. هر
قیام کوچکی رو شامل میشه. ولی اگر بخوایم در این آیه تأمل کنیم، کما اینکه خود آیه هم در واقع درباره قیام برای دفاع از رسول خداست، این آیه را امام باقر صلوات الله علیه میفرماد که انما اعذکم به ولایت علی علیه السلام یل واحدت التی قال الله تبارک و تعالی انما اعذکم به واحده. به عبارتی این ولایت مثل نقطه شروع خیلی ها باشه، هم نقطه شروع است هم مصداق اتم قیامه. خودم قیام برای نهی از منکرهای کوچکترم بکنه خیلی خوبه، ولی کدام نهی از منکر و امر به معروف بهتر از امر به ولایت امیرالمومنین صلوات الله؟ و در واقع سرحلقه و فرمانده و قطب مدافعان ولایت امیرالمؤمنین شهیده راه خدا زهرای مرضیه سلام الله علیها است. منتها چون ما امشب از بانوان بزرگوار غیر معصوم سخن میگیم، من احتراما اسمی امشب از ایشون نمیبرم. انشالله یک شب دیگری به حضرت زهرا میپردازیم، شأنشون اجل از این که کنار دیگران قرار بگیره. امام صادق صلوات الله علیه در زیارت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وقتی میفرمان که قصد کن اونجوری برو کنار قبر مبارک امیرالمومنین و بعد صلواتی برای حضرت امیر با عبارات زیبایی بیان میکنن، بعد میفرمان که اینجور بگو، چون آیه چیه؟ قیام کنید در راه خدا. ما امشب در راه درباره قیام کنندگان در راه خدا از خانومهاشون بانوانی که کمتر اسمشون برده شده میخوایم اسم ببرم. حضرت صادق میفرماد السلام علی المؤمنین، امام صادق سلام بر مؤمنین الذین قاموا بامرک، سلام بر مؤمنینی که در راه تو خدای قیام کردند و آذر و اولیاء الله، اولیاء خدا امیرالمؤمنین یاری کردند، بعد سلام میکنن به امیرالمؤمنین. امشب راجع به این عزیزانی میخوایم صحبت کنیم که در راه خدا قیام کردند. بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها، اون بانویی که واقعا حیرت انگیز از امیرالمؤمنین دفاع کرد، هزینه داد، هم پسرش رو به جنگ فرستاد، هم از مواهب مادی محروم شد، یک شبم به بخشی از فرمایشات ایشون پرداختیم، مادر ما حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمه است. عباراتی رو قبلا عرض کردیم، چند تا جمله امشب به اون عبارات اضافه میکنه. بفرمایید. من دو تا دفتر آوردم، چون بعضی عزیزا میگن اون دفتره کنار میخونی. نه، میگم اون کتاب چیه دست آجا؟ یعنی دو تا سوال مهم معمولا اتفاق میفته، یکی همین کتاباست، یکم کی سحری میخورید شما؟ حالا سحری که خب قبل از برنامه روشنه، ولی اینم دفاتر یادداشت‌های حاج آقاست. بله بفرمایید. حضرت ام سلمه سلام الله علیها وقتی دید که سران جمل دارن میرن سمت بصره و ممکنه جنگ بزرگی رخ بده، با اینا صحبت کردن. فرمود والله ما استطیع از ام ان رسول الله خلف یوم قبض خیرن من، به خدا اصلا نمیشه باور کرد که شما فکر کنید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از دنیا رفت بهتر از علی رو به عنوان خلیفه قرار داده باشه. خب مگه بهتر از او هم داریم؟ شایسته تر از او هم مگر داریم؟ تقوا پیشه کنید، به حبل الله معتصم باشید که علی ابن ابی طالب. گفتگو کردند و نتیجه نگرفتند. بعد حضرت ام سلمه اینطوری فرمود، فرمود که من دیگه با شما سخنی نمیگم، موعظه ظاهرا فایده ای نداره، من برای آینده شما و عاقبتتون نگرانم. بعد یه آیه داریم در قرآن کریم که ولا ینصرن الله من ینصره، بله خدا ناصران خودش رو یاری میکنه. خب کدام ناصری یاوری از امیرالمومنین ناصر تر نسبت به خدا؟ ام سلمه فرمود ولا ینصرن الله ابن ابی طالب، من یقین دارم خداوند پسر ابو طالب علی ابن ابی طالب رو یاری خواهد کرد. و ستعرفین عاقبت ما اقول، و شماها هم بعداً به عاقبت کارتون خواهید رسید. من میبینم هم شکست میخورید هم اوضاع خراب میشه. یه وقتی یه نفر اومد محضر ایشون، گفت مادر جان من در جنگ جمل دوچار شک شدم، دیگه آخر سر به دلم افتاد از امیرالمومنین دفاع کنم. ایشون فرمود بهترین کارو کردی، از رسول خدا شنیدم من حارب علیاً فقد حاربنی، هر کس با علی بجنگد با من جنگیده. کسی که پیغمبر اکرم می جنگه، یعنی اول باید بره دوباره شهادتینش رو بررسی کنه. یکی وجود مبارک ام سلمه که شبهای گذشته هم پرداختیم، اشاره فرمودید. بله. یکی من واقعا خاکسار و بیچاره شخصیتی هم به اسم ام الخیر. ام الخیر آقای شریعتی اسمش هم معلوم نیست چیه، چون کنیش ام الخیر.
زنانی در طول تاریخ و مردانی در طول تاریخ از امیرالمومنین دفاع کردند، سرباز امیرالمومنین بودند، اسمشون معلوم نیست ولی تاریخ کلماتشون رو ثبت کرده و قیامت خواهیم دید زیر پرچم امیرالمومنین هستن. خدا به ما هم روزی کنه از فرصت هامون استفاده کنیم. ایشون از اون کسانی بود که در جنگ صفین وقتی گاهی سپاه معاویه حمله میکرد، بعضی اوقات بعضی روزا سپاه امیرالمومنین پیروز بود به صورت مقطعی، بعضی روزا سپاه معاویه، یه روز یه گوشه از سپاه امیرالمومنین داشتن فرار میکردن، اوضاع خراب شد، یه طرف رو مالک اشتر رفت کمک کرد برگردن، یه طرف رو این زن ظاهرن. عجیبه. بله. یک زن که در جنگ صفین حاضره. معاویه نامه نوشت به حاکم کوفه، ام الخیر بگید بیاد. خیلی هم تحویلش گرفتن، علتش این بود که برای اینکه اون سخنوری او رو ازش استفاده کنن، شاید بالاخره با پول دادن او هم یه چیزی به نفع این طرف هم بگید. بله. یا علیه اینا دیگه صحبت نکنه حداقل. خلاصه بخرندش. استاد این کار بود دیگه. او رو با یه تشریفاتی و تکریمی و غذای خوبی آوردن تا شام. یه چند روز پذیرایی کردن، بعد اومد به حضور معاویه. معاویه گفت اون روزی که عمار کشته شد و سپاه گوشه فرار کرد، کلام تو چی بود؟ گفت ببین من اون لحظه بلا رویه، یعنی فکر نشده یه چیزی گفتم، اصلا هم یادم نی، بعدن هم نگفتم. خب احتیاط میکنه دیگه، زمانی که بله معاویه حاکم شده بعد از اینکه امیرالمومنین شهید شده قدرتمنده، حالا یه کلمه حرف بزنه میکشنش. گفت من خاطرم نمیاد. معاویه برگشت به یارانش گفتش که کدوم یکی از شما سخنانشو یادتونه؟ کسی ثبت کرده، ضبط کرده. آشریتی حق گم نمیشه ولو اینکه یه روز تنها کسی بگه، قریب بگه. یه روزی فاطمه زهرا سلام الله علیها تکی برای امیرالمومنین گریه میکرد ولی آثارش باقی مونده. یه روز سید الشهدا قریب شد، آثار مونده، تمام نمیشه. ام الخیرم در راه اونها. معاویه گفت کی یادشه؟ یکی از یارانش دست بلند کرد، عبارتش عجیبه، گفت من دلم نمیاد بگم که به معاویه گفت یا امیرالمومنین، لقب حضرت غصب شد متاسفانه. خب من یادمه، من یادمه به گونه ای که سوره حمد و حفظم اینو حفظم. خب آقا مثلا نگفت سوره قل یا ایها الکافرون، سوره حمد رو با هر رکعت نماز تو رکعت اول دوم باید بخونیم دی، پرتکتار تن سوره. مثل روز برای من روشنه، فراز به فرازش. این جوری گفته و جوری جگر ما رو سوزونده، انگار حک شده در سینه من که انی بها. من اصلا تصویرشو الان یادمه که روی یه شطوری نشسته بود، لباسش چجوری بود، یعنی عمق نفوذ کلام او رو نشون میده. و هیک الفهل یهدر فی شقشقته، مثل یک شیرمردی که فریادش در گلوش خلاصه تنین انداز و عالم رو گرفته، دیدم فریاد میزنه، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم، ای مردم بترسید از خدا، از زلزله روز قیامت بترسید که چیز عجیبی است. حق روشن شده، باطل معلوم شده، عمار که شهید شد هم حق روشن شد هم باطل. بله. از دنبال چی هستید؟ من بیچاره این جمله شم، افرارن عن امیر المؤمنین و من از ضعف، از امیرالمؤمنین فرار میکنید، از ترس در جنگ و سختی جنگ فرار میکنید، از اسلام روی گردوندید، ارتداد شما رو بیچاره کرده، کلام خدا رو نشنیدید که ولنبلونکم، آیات رو عمدن میخونم که ببینید چه کرده اون وسط، ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. خدا داره آزمایشتون میکنه، داره میبیندتون کدومتون مجاهدید، کدوم صابرید، کدوم فرار میکنید. بعد دست به آسمون گرفت، خدا یاد جمع ما رو از این حالت تفرقه به سمت الفت قرار بده، بین قلوب ما رو با تقوا هدایت کن. بعد گفت حلم و رحمکم الله. حالا اینا رو کی داره میگه؟ در حضور همین ام الخیر، یه مردی که اونجا بوده و دیده سپاه حضرت اون گوشه، اون عده‌ای که فرار کردن با سخنان ام الخیر برگشتن، میگه من اینا رو انگار ضبط کرده، گفت حلم و رحمکم الله، بشه تابید بندگان خدا الالامام العدل و تقی الوفی، با تقوای با وفا، و صدیق الوسی، او صدیق وسیع پیغمبره. بعد شروع کرد وسط اون نبرد به تحلیل واقع، انها احنون بدریه، اینا کینه های بدره،
اینا دعواهای دوره جاهلیت دارن، احقاد احدی اینها. اینا رو داره این بانو میگه، این بانو داره میگه وسط میدان جنگ، گفت معاویه در این جنگ ها، ما شبهای 4 و 5 عرض کردیم، امیرالمومنین برادرش و داییش و پدر بزرگش و بله، او میخواد خونخواهی کنه و انتقام بگیره، کما اینکه یزید بالای سر مطهر سیدالشهدا گفت لیت اشیاخی به بدرن شه دوکاش بودن بزرگای ما که ما داریم انتقام، او میخواد انتقام بگیره. بعد رو کرد به سپاه گفت فقاتلوا ائمة الكفر، قرآن اگر به نیزه کردن فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، اینا اصلا به قسم هاشون عرض کنم وعده هاشون اصلا خلاصه توجهی ندارن. صبرن معاشر المهاجرین والانصار، یه کاری کرد آقا، مهاجر انصار برگشتن، غیرتشون رو تحریک کرد و یه چیزایی رو یادشون، خیلی از جملات رو خلاصه کردم با دوتاشو عرض کنم تا جنبندیشو بگم. جناب ام الخیر اشاره کرد به امیر المومنی که از این سر میدان میرفت به اون سر، اشاره کرد گفت ها هو مفلق الهام و مکسر الاسنام، اوست که سرها رو از بدنها جدا میکنه و بتها رو شکسته. صلا و الناس و مشرکون، وقتی نماز میخون همه مشرک بودن چون 3 سال زودتر از همه اسلام آورد. عطا و الناس و مخالفون مرتابون، مردم همه در شک بودن، او بود که اطاعت از رسول خدا میکرد، خلاصه کاری کرد که آخرش معاویه گفت بس خدا میدونه این حرفا رو گفتی که منو بکشن، یعنی یه جوری اینا رو تحریک کردی، اینا برگشتن، جنگ دوباره شدت گرفت و سپاه امیرالمومنین پیروز نظامی بود دیگه. گفت اگه من تو رو بکشم هیچ حرجی بر من نیست، که در واقع من یه سردار علی رو کشتم. تا این رو گفت هیچ چیزی منو بیشتر از این شاد نمی کنه که در راه خدا به وسیله تو کشته بشم، من سعادتمند بشم و تو شقاوت من. این قدرت، کسانی ما بینیم که جلوی سلاطین وقتی می اومدن زبونهاشون خلاصه از گفتن باز میموند و دندون قروچه اونها رو بیچاره میکرد از ترس، از ترس میلرزیدن. اونا اینطوری نبودن. باز یک زن دیگری داریم که بسیار کلماتش عجیبه، عاقبتش روشنه، ام الخیر رهاش کرد معاویه. ام الخیر رو بله، ببینید معاویه رفتارش با این تیپ زنها اینجوری بود که اگر اینها رو میکشت در تاریخ ثبت میشد و خیلی دوست داشت معاویه حلیم جلوه کنه، بردبار. منطقه وقتی اینا رو دعوت میکرد و اونها سخنرانی میکردن و بعد پولی به اینا میداد، نمیتونستن هم نگیرن چون نگرفتن عطای سلطان خودش جسارته، برای اینکه اینا دیگه جایی میرن علیه او سخنی نگن، بالاخره بگه دفعه بعد اگه من دفعه پیش هیچی بهتون نگفتم. خلاصه دنبال این بود که این طرف اون طرف اینا فضا رو به نفع خودش بعد تعدیل بکنه. دقیقاً. و لذا دنبال اینا میگشت. جالبه که مردها رو کمتر از زنها، اصلا ما کتاب داریم اخبار الوافدات الی معاویه، این زنهایی که اومدن پیش معاویه و سخنوری کرد. جالب. یه شخصیتی داریم اسم دارمیه حجونیه، معاویه وقتی اومده بود حج گفت اینو پیداش کنید ببینم زنده است مرده است، این خیلی اینور اونور حرف میزنه. بعدم چون به اوج فصاحت و بلاغت اینا سخن میگفتن، مثلا شعر حافظ رو ببینید، اگه یه بیت حافظی یا شخص سعدی علیه یه نفر بگه یه عمر 1000 سال باقی میمونه. بله ثبت میشه در طول یا به نفع کسی. بله همینطوره. گفت او رو صدا کنید بیاد ببینیم زنده است یا مرده است، پیداش کردن. گفت میدونی به چی صدات کردم؟ گفت لا یعلم الغیب الا الله، جز خدا غیب نمیدونه. گفت تو رو صدات کردم ببینم برای چی با من دشمنی و با علی دوست، در راه او خدمت میکنی با من دشمنی میکنی، من به تو چه کارت کردم؟ گفتش که عفو کن، ولش کن، بگذر، راجب چیزی یه سوال کن. گفت نه نمیشه. قالت اذا ابیت علی، حالا که مجبورم میکنی من صحبت میکنم. آقا آدم این شبها ما بعضی از این جملات رو میگیم، مردم عزیزم هم بنده نوازی میکنن، تشکر میکنن، وقتی جلوی بانوی عفیفه جلوی مردان، سلام خدا به زینب کبرا که در اون مجالس عجیب شام و کوفه سخنوری کرده، ما به ادب اسم ایشون رو هم امشب نیاوردیم، در حضور مردان، در حضور نیروهای نظامی، در ترس از انتقام این گونه سخن گفتن، یک کلمش به 1000 شب بله. من ارزش داره. گفت انی احببت علی علا عدله فی الرعیه، من چرا علی رو دوست دارم؟ علا عدله فی الرعیه، عادل بود، و قسمته به سویه،
او بین من و دخترش در تقسیم بیت المال فرق نمیگذاشت. و ابغضت که علی قتال که من هو اولا بالامر منک، با تو دشمنم برای اینکه تو بر امامت شوریدی، علی ابن ابی طالب. والیت علی علی حب المساکین، من علی رو دوست دارم چون مساکین رو دوست داشت، ما رو دوست داشت. شماها کی ما رو آدم حساب کردین؟ حالا انشالله شب 17 اگر زنده باشیم، خدا بهتون سلامت. اینها شب 17 راجع به حب امیرالمومنین نسبت مساکین عرایضی داره. و اعطائه اهل السبیل، کسایی که تو راه موندن، کسی به اینا توجه نداشت، آشنا نداشتن، فامیل نداشتن، امیرالمومنین از امیرالمومنین ناامید نبودن. فقه فی الدین، اعظامه لاهل الدین، زمان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه دیندارا محترم بودن، نه اینجور مثل زمان تو که بنی امیه رو سر ما سوار کرد. اخلاق حاکم بود، همه چیز حاکم بود، انسانیت، اخلاق، خوبی ها. و ما عقد له رسول الله من الولایه، من از پیغمبر شنیدم من کنت مولا و فعلی مولا. آقا گفتن این حرف خیلی هزینه داشت، خیلی جرأت میخواد. بله. و عاده تو که علا ارادت که دن، از تو بیزارم چون تو دنیا دوستی، خون ریزی، تفرق افکنی. معاویه گفتش که یه جسارت بدی به او کرد، توهین کرد، گفت این حرفا رو در دوره جاهلیت راجع به مادر تو میگفتن، یعنی مادر علی فاطمه بنت اسد کجا و شما خانوادتون اینطوری بودید، ما که میشناسیم خانواده شما رو. گفت آیا علی رو دیده بودی، کلامش رو شنیده بودی؟ گفت آره، او با ما بود، مثل تو که نبود اینجوری قصرت و دستمون نرسه. وقتی سخن میگفت دلها روشن میشد. و بعد گفت خب حاجتی داری بگو، من خیلی لذت میبرم از این حرفش. گفت 100 شتر سرخمو، هر یکی از اینا قیمت گزاف داشت و 1000 گوسفند میخوام. گفت این همه رو میخوای چیکار؟ گفت میخوام صغیر و کبیر و پول بدم، منم آدم حسابی شم. یعنی تو چیزی نداری، تو پول داری. علی ابن ابی طالب خصال حمیده داشت، تو پول دستت زور داری. گفت اگه این پولا رو بهت بدم، این جایگاهی که علی داشت تو ذهنت منم پیدا میکنم. گفت سبحان الله، ما که با پول با علی معامله نکردیم. گفت میدونی که اگر علی بود یک دونه از اینا رو به تو نمیداد. گفت بله، نه یک دونه نمیداد، که یک دونه موی پشم پوست گوسفندی رو هم به من نمیداد. علی مال مردم خور نبود که بیت المال همینطوری برای آدم جمع کردن به این اون بده. آفرین. در یه حادثه شبیه اینی گفتش که میدونی که تو در خون همه قاد کسانی که علی کشته شریکی، تو جزء سربازای اوی، ببینید چه جور تحریک کردی. معاویه گفت بله. خب تا اینو گفت، گفت احسن الله و بشارتک، من خودم کوچکتر از اون میدونستم که سرباز علی ابن ابی طالب باشم. چه افتخاری بالاتر، تو داری اعتراف میکنی من سربازم، بهتر از این نمیشد به من بشارت بدی. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که کاممون شیرین میشه با نام امیرالمومنین. و میدونم که خیلی از شماها مثل من ته دلتون میگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین. حاجی کاشانی خیلی ازتون ممنون، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، خدا بهتون توفیق بده ان شاء الله. سلامت باشه، قراره که دعای سحر بشنوید ان شاء الله در رأس همه خواسته ها و حاجت ها و شفای مرضا و همه اونهایی که التماس دعای ویژه گفتن. و بالاتر از همه اینها فرج و آقامون، صاحبمون، امام زمان اجل الله تعالی فرج و شریف، دعاهاتون بر درگاه استجابت باز میگردیم در سحر 11 ماه من. بفرمید، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسأل
کباب ها، یعنی کسی که ظلمت گرفته، تاریکی گناه گرفته، داره به تو میگه و کل بهای کبهی اللهم انی اسألک ببهایک کله، اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسألک بجمالک کله، اللهم انی اسألک من جلالک بأجل و کل جلالک جلیل، اللهم انی اسألک بجلالک کل، اللهم انی اسألک من عظمتك بأعظمهم وكل عظمتك عظيمة، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، اللهم إني أسألك من نور کبل وره، این نور چارده مصومه و کل نور کنیر، اللهم انی اسألک به نور ککل، اللهم انی اسألک من رحمت کبل اوسعها و کل رحمتك واسعة، اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك، اونایی که قرآن خوندن میدونن کلمه یعنی چی، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله و کل کمال کامل، اللهم انی اسألک بجمال کل، اللهم انی اسألک من اسمائک بأکبرها و کل اسمائک کبیرها، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمزاها وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استتلت بها على كل شيء
و کل قدرتی که مستطیلم اللهم انی اسألک بقدرتی که کله اللهم انی اسألک من علمک بانفذم و کل علمک نافذ اللهم انی اسألک بعلمک کلم اللهم انی اسألک من قولک بارضاهم و کل قولک رضی اللهم انی اسألک بقولک کلم اللهم انی اسألک من مسائلک بأحبها إليك وكل إليك حبيبا بحبيبة الزهراء اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كلهم اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومهم وكل سلطانك داعم اللهم إني أسألك بسلطانك كلهم اللهم إني أسألك من ملك جاب أفخر وكل ملك جفاخر اللهم إني أسألك بملكك كلهم اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كلهم اللهم إني أسألك من ملك بأقدم وكل ملك قديم اللهم إني أسألك بملك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلهم اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسأله یعنی میگی قربونت برم قربونت تو خدا برم که هر کی میاد به سمت تو تو بغلش میکنی فعجبنی یا الله الهی سحر دیدم درخت ارغوانی کشیده سر به بام خسته جام به گوش ارغوان آهسته گفتم بهارت خوش که فکر دیگرانی در این سحرهای پرنور ماه مبارک شما هم دعوتید به پویش ایران همدل برای گره گشایی از مردم عزیز و نازنینمون شما همیشه ثابت کردید که بهترینید و حالا چقدر خوب سحرهامون و ایام ماه مبارکمون
در اقتدا به حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا و امام مجتبی کریم اهل بیت از دیگران گره‌گشایی کنیم و در این پویش شرکت بکنیم. باز می‌گردیم تا دقایقی دیگر در کنار شما خواهیم. یا امیرالمؤمنین، چقدر خوشحالیم که این سحرهای ما مزین به نام شماست. چقدر امیدواریم که توی این مشکلات و گرفتاری ها شما رو داریم و میتونیم به شما متوسل بشیم. از قدیم و ندیم میگویند دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل گشای کرار است. در پناه خداوند متعال باشید. سحر 11 ماه مرد.